دوستان عزیز، مرسی که دوباره برگشتین به برنامه من. هر کانال دیگه نگاه میکردین 100% وقتتون تلف شده بود. من امروز خیلی خوشحالم که برنامه رو دارم. همیشه خوشحالم که برنامه شروع میشه، ولی امروز خیلی برای این برنامه هیجان زدم، برای اینکه یه چیزی رو میخوام راجبش صحبت بکنم که واقعا منو اکسایتد کرده و اونم استنداپ کمدی در ایران هست. مشخصه شما خیلی جدی. یه لحظه فکر کنید مثلا واقعا میخواید من شعر بگم ها؟ ببینیم بچه، من حقیقتاً از این موضوع خیلی خوشحالم. یه ویدیو هم میخوام نشون بدم. ایران برنامه استنداپ کمدی شروع شده. خب ببینید، من در دقیقه های با مکس امینی کار مجریگری میکنم. من استنداپ کمدی رو مثلا در سالن‌های تئاتر که هستم، اون برنامه با این برنامه فرق میکنه. فرقش اینه که خب من اینجا فلبداهه با انرژی شما، با انرژی که واقعا از بچه‌های ایران میگیرم، توی سوشال میدیا، توی فیسبوک، توی اینستاگرام مینویسم واسم این برنامه. این فقط صحبت و تبادل احساسات هستش و راجب مسائلی که ما تو استودیو صحبت میکنیم. ولی استنداپ کمدی هنر خاص خودش هست و اون هنر اینه که شما از طرز فکر خودتون، از دیدگاه خودتون راجب یه مطلبی صحبت میکنین و اون مطلب رو به صورت خنددار شما باید اینو درش میارین که نه هم مطلبتون به بیننده، به شنونده برسه، همین که دیدگاه شما از اون مسئله باشه. حالا به هر صورت من یه کلیپ دارم که اونو میبینیم و بعد یه مهمون عزیز دارم که اونو معرفی میکنیم. اصلا تمام این به اصطلاح شوی امروزمون اختصاص پیدا کرده به استنداپ کمدی. هستین؟ بریم ویدیوی اول. ابزاری که داریم استفادهش هم بلد نیستیم. یعنی قبلا یک تیزی کشی فن بود. یعنی میدونستن، سالها آموزش میدیدن، تعلیم میدیدن که تیزی رو از کجا بگیرن، چجوری بزنن که یه خطی بیفته که یک درس عبرتی باشه. الان این آموزش ها وجود نداره. هر کی دستشه تا دسته میکنه تو حال تحال طرف، بعد تعجب میکنه میگه چرا مرد. این بستمند خداها یعنی ضعف واقعا نظام آموزشی مونه. جا داره که واقعا مسئولین رسیدگی بکنن. بعد دعواهامون چجوریه؟ یعنی یه نفر که باشیم همه کوتاه بیا و همه خیلی مظلوم و خیلی آقا و خیلی فلان، رو بفرمایین حق با شماست. شما راست میگه، من عذر میخوام. دو نفر که میشیم یه ذره شاخ میشیم. ها چی گفتی؟ چی داداش؟ سه نفر که میشیم دیگه خدا رو بنده نیستیم، فقط منتظریم که بهانه پیدا بکنیم یارو رو قاچش بدیم. ببین اگه 12 نفر بودیم چی کار میکردیم؟ ما 12 نفر بودیم. ما 12 نفر بودیم. شبا میرفتیم با بچه ها مینشستیم توی این یکی این لابی هتل ها دوره هم چای میخوردیم و اینا. یه هنرپیشه معروف هم بود با همون آقای بیژن بنفشه‌خواه که الان اینجا جاشون خالی. بعد آقا ما هر شب میرفتیم با بچه ها توی که این لابی هتل ها مینشستیم، چای میخوردیم. آخر شب و اینا 12 نفر هم بودیم. یه آقای ما یه شب نشسته بودیم، یه آقای اومد و خیلی شیک و مرتب بود و اومد در گوشی یکی از بچهای ما یه چیزی گفت که یارو بعد اینکه شنید رنگش هم اینجوری سفید شد تا پایین، بعد رفت اونور اینجوری وایساد. بعد یهو گفت منصور چی شد؟ چی گفت؟ این گفتش میگه بیا بیرون، میخوام پدرتو درارم. گفتیم که چی؟ ما هم 12 نفر بودیم، زیاد بودیم. منم شیر شدم بلند شدم. چی میگی آقا؟ گارتون ایشونو بنداز بیرون، مزاحم ما شدن. یارو گفت چی منو بندازم بیرون؟ گفتم بله بندازیش بیرون. یارو اومد آقا بفرمایید بیرون. بعد گفت من بیرون وایسادم، انداختنش بیرون. و بعد ما نشسته بودیم چای میخوریم، منصور نترس تو بی خیال چیزی نیست فلان اینا. بعد دیدیم که نه ما 12 نفریم. یارو گفت بیرون وای میستم زایت بریم. بعد بلند شدیم آقا باشه بریم. آقا اومدیم این در هتل باشه، اومدیم این در باز شد، اومدیم 12 نفر دم در وایسادیم. بعد نگاه کردیم دیدیم یه پراید اونور دراش باز شد، 4 نفر پیاده شد. یه 206 اونور دراش باز شد، 4 نفر اون پیاده شد. یه وانت اونور دراش باز شد، 4 تا از عقب پریدن، 2 تا از جلو. یه مینیبوس اونور درش باز شد، 17 نفر اومدن. یعنی 60-70 نفر بودن اومدن دم هتل. ما فکر کنیم ما خیلی زیادیم. بعد یکیشون هم این مرغ مراقبت میکرد گم نشیم. هی داداش بیا این بر آقا، داداش بیا این بر، داداش داداش بیا این بر، محمد اونو به پا محسن اونو بگی بیا داداش. جمعمون کردن، اینجوری شده بودیم 12 نفری.
بعد یهو من همینجوری خودم کشتم پایین، چون اونی که تو هتل گفته بود من بودم، کشتم پایین دور. اون یارو چاقه که به من گفت منو بندازن هتل کی بود؟ من همون لحظه 10 کیلو لاغر شدم از ترس که چاقه نباشم. بعد اومد یقمون یارو ببین داداش، بعد یعنی اگه دعوا میشد هیچیمون نمونده بود، یعنی فقط 12 جفت کفش مونده. به کار این آقای ژوله و مهران غفوریان یه دست دیگه محکم بزنیم. حقیقتاً من وقتی این ویدیو رو برای بار اول دیدم، دیدم تمام اون آرزویی که من همیشه داشتم که ایران استنداپ کمدی واقعی، استنداپ کمدی کمدین‌ها از تجربه های خودشون شروع کنن به حرف زدن، واقعا به دنیا بیاد، آفریده بشه به جای جوکای محلی و جوکای شهرستانی. و این آرتیست‌ها واقعا قابل احترامن به خاطر اینکه این کارو شروع کردن. من از طرف خودم از شما تشکر فراوان دارم. خداییش این هنر تازه جدید ایرونیا واقعا وقتی میشه به کمدی ما بهترینیم. چرا؟ برای که ما میگن شنیدین که هنر دست چی؟ خیلی خوب، حالا خودم بلدم. برای اینکه هنر نزد ایرانیان است و بست. برای همین خاطر من خیلی میدونم که در این سال چی؟ بست. من چی گفتم؟ بست. آه هست و بست. آبا به جهنم. شما که میدونیم من دارم چی میگم. خیلی خوب، ایشون ادبیات خوندن، اومدن اینجا 20 ساله که درس خوندن رو سر من خالی بکنن. حالا جا اومد برای دکتر ادبیات هنر حافظ یه دست بزنی. بگرد مثلا من به تو نمیخوام گیر بدم، خب؟ نه واقعا هم نمیخوام، اینو جدی میگم. حالا من شوخی میگم، تو واقعا خب ادبیات فارسیت خوبه، میخواستی کمک بکنی، ولی هدفت مثبت بود، ولی آبرو حیثیت منو برد. اشکالی هم نداره مثلا، ولی من این کارو نمیکنم. من میخوام با تو دوست باشم. تو آمریکا الان شغلت چیه؟ چی کار میکنی؟ بیا مهندس. آقا مهندس، مهندسه. بعد مهندسو میگه انجینیر، کلمه انگلیسیشو استفاده میکنی. تو ادبیات فارسی منو درست میکنی، بخوای کلمات آمریکایی استفاده میکنی. نه آقای مهندس، ما موقع شما هستیم. شما چه مهندسی خوندی؟ ایروسپیس. هم دوباره فارسیش بلد نیستی؟ هوا و فضا. شما الان تو چه فضایی هستی؟ احساست چیه؟ تو هوایی ها؟ من مثلا گفتم حالا ما یه رفاقتی انجام بدیم، یه مهندس آشنا شدیم. من هیچ وقت نگفتم بیرون. الان از خواهش هم میگو بیرون باسته نکنه میخواد. من با تو دعوا نمیتونم بکنم، با هیچ کسی دعوا نمیکنم. مثلا دعوا چیز خوبی نیست. و شما بیرون واسا تا زیر پات علف سبز شد، منم از در پشت میرم. هیچم غرور ندارم که مثلا وای در رفتم. نه، با غرور کامل از در پشت در رفتم. گرو دمه در اینطوری واسده بود رو آسمون و فضا و هوا فوش میداد. مکسیم این رفت خونه یه چرت خوابید، حال کرد این آدم هایی که دعوا میکنن اون انرژی، اون استرسی که خودشون میکشن ها از همه چی بدتره. ولی اونایی که ترسو هن و میگن فلان اینو در میرن، اونا واقعا انسان های عاقلی هستن. اگه داری رانندگی میگن گفتش میزنم تو گوشت، بگو باشه خداحافظ برو برو، وای نسا آقا برو. خب دلم میخواد مهمون این هفته رو معرفی کنم. خیلی فکر کردم بهترین کسی رو که میتونم بیارم و راجع به استنداپ کمدی صحبت بکنم کیه؟ یکی از همکاران عزیزم، برادر مهربونم، یکی از بهترین کمدینایی که ما در آمریکا داریم، امشب با من هست و میخوام یک گفتگوی خوبی داشته باشیم. برای این دوست من و هنرمند عزیز ماز جبرانی یه دست محکم بزنیم. Fast! Fast!
من بشینم. بفرما. مصاحبه بعد یه دو ساعت طول بکشه تا ایرونیا بفرما. خواهش می‌کنم. بفرما. خواهش می‌کنم. بفرما. نه واقعا. ماز جوگانی. من آخر نشستم. خواهش می‌کنم. ببین. اولا که سلام به تمام دوستان. سلام 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 به تو، تبریک میگم بهت. ببین من خیلی خوشحالم که این برنامه‌ت از اون برنامه کسی نمیتونه زنگ بزنه سوال بکنه، درست؟ چرا مامانم بعضی وقتا وسط برنامه زنگ میزنه به جان خودم. این چیه؟ ببین آخه بهت میخوام بگم وقتی تو خودت دیدی دیگه، خیلی وقتا ما ایرونیا وقتی برنامه داریم، مصاحبه برنامه مصاحبه داریم که مردم میتونن زنگ بزنن، اینا وقتی زنگ میزنن چیز دیگه، فرم ایرونی بودن هم دیگه، انقدر تعارف هست قبل از سوال که خود سواله یه نیم ساعت طول میکشه. دیدی که مثلا زنگ میزنم اول از همه چی میخوام از شما تشکر کنم که این برنامه رو دارید و میخوام به تمام ایرونی ها سلام بگم و میخوام به مهمونتون سلام بگم، تشکر کنم واقعا از ته دل میخوام بگم که همه تو آقا نیم ساعت میگم آقا سوال چیه به خانوادتون سلام برسون. خلاصه خوشحالم که از اون برنامه نیستی. منم واقعا خوشحالم که امروز اومدی. تشکر میکنم ازت، بسیار بسیار محبت کردی، واقعا سنگ تموم گذاشتی اومدی. خدا رو شکر که این ماشینت واقعا چرخاش این محبت رو کرد و گردوند امروز خودش رو. این بنزینی که ماشینت سوزون ایشالله بره ثواب آخرت رو برات بیاره. من از صمیم قلب از تو ممنونم عزیزم. ماز جوانی everybody. مکس عزیز، من از شما تشکر میکنم، منو دعوت کردین که اومدم اینجا و واقعا از ته دل میخوام بگم که مادری و پدری که شما رو به دنیا آوردن و پدر بزرگ و مادر بزرگ، از هم مادری هم از پدری، به اونم تشکر میکنم. من تشکر میکنم از سیبیلای تو که امروز به این قشنگی، به صورت تو، به حالت هماهنگ رقصیده، به زبونتون که اسم من رو اصلا فهمیده. ماز واقعا من میخوام بدونم از این ویدیویی که دیدیم الان تو چه احساسی داری که در ایران استنداپ کمدی واقعی رو شروع کردن؟ این واقعی هم که میدونی چرا میگم واقعی؟ آیا خیلی میپرسن، میگن مثلا من وقتی که خودت میدونی وقتی میگی که استنداپ کمدین هستی، خیلی از دوستان عزیز میان میگن آخه پس من یه جوکی دارم میتونی بری بگی، برو رو صحنه مثلا این جوکو آره. بگو. حالا ما برنامه که اجرا میکنیم در آمریکا که برنامه اجرا میکنیم، خب تماشاگرها میکستن، زبون فارسی که بلد نیستن، بعد جوکایی که مثلا به ما میگن که ببریم رو صحنه بگی، مثلا دوستان مامانم بهم میگه مثلا من یه جوکی دارم میتونی بری رو صحنه بگی، ببین یه رشتیه هست، بعد میره مثلا یه جای مثلا یه ترک هست، بعد میگم خانم ببخشید اول آمریکایی هستن نمیدونن ایران کجاست، حاضر چه برسه بیا بگی رشتی و ترک، اصلا بعد یه نیم ساعت ترجمه کنی که اینا کیان و چیان و چیه. ولی وقتی اینو میبینی، این استنداپ کمدی خوبی دیگه، فرقش اینه که آدم راجع به زندگی، تجربه خودش، زندگی صحبت میکنه و خیلی خوشحالم که خیلی خوب. واقعا منم خیلی خوشحالم. نه میدونی در ایران الان جوکای محلی خیلی ناراحت میشن و واقعا مثلا و من الان خودم هر چی سنم میره بالاتر بیشتر یاد گرفتم، برای اینکه چرا ما اگه ما که اینقدر ایرانی ها هنرمندن، اینقدر طنزشون قویه، چرا نیان بنویسن از خاطرات، از طرز فکر، دیدگاه خودشون و اون مطلب رو بیارن تعریف بکنن. این کمدی رو نه تنها میبره در درجه بالاتر، بلکه فرهنگ سازی رو شروع میکنه. ولی مکس ببین البته من فکر میکنم جوک محلی هم جا داره، مثلا شما وقتی مهمونی هستی بعضی خیلی خوبن تو این جوک، مثلا دوستایی دارم، فامیلا دارم که مثلا 100 تا از این جوکا پشت سر هم بهت میگن و اینم خوبه. وقتی شما میرین مثلا مهمونی، همه مثلا میگن آها بیا برای جوک جدید دارم و شروع میکنن، اول محلیه بعد سکسی پکسی میشه. خلاصه دارم میگم که اونم خودش جای خودش آره، داره. آره پس کتک تالا نخوردیم باز جوگه. پس تو گفتی جوگه من. آره عزیزم. اوکی اوکی. منم حالا اینو شوخی میکنم، ولی ببینید جوک حقیقتا امیدوارم که اگرم کسی یه چیزی گفت، اون کسی که اون جوکو میشنوه اینقدر جوکو بهش قدرت ندین که اون جوک بشه یه چیزی که بتونه انسانها رو درگیر بکنه. جوک اولین هدف و مقصود جوک خنده است. یعنی مقصود مثبته. حالا اگه یه چیزی یه کسی میگه که شما فهم میکنی خوب نیست، برخلاف اون چیزی که احساس بود، اونو باید درست کرد. آخه واقعا هم ببین دیگه یه چیزایی رو شورشو در آوردن، یعنی یه جوکایی رو یه سری مثلا میگن بچه‌ها تو ایران از نظر روحیه و فلان صدمه خوردن، برای اینکه همه بچه‌های دیگه اینا رو مسخره میکنن. اینم خب واقعا آره میشه بولینگ به انگلیسی میشه. ببین آخه خود ببین من همیشه میگم مثلا من تو استنداپ کمدی تو همینجوری هستی، ما وقتی که میریم توی سالن برنامه اجرا میکنیم ما میخوایم با همدیگه بخندیم، نمیخوایم به کسی بخندیم،
با همدیگه بخندیم. میدونی من باز میگم مثلا وقتی تماشاگرای مختلف از جاهای مختلف هستن، وقتی مثلا میگم شما از کجا هستی، یارو هر جایی از هر جایی باشه، من هیچ وقت نمیگم مثلا شما مثلا از ما، من ما ایرانی از شما بهتریم، یا مثلا من از تو بهترم چون که از این محله هستم. با همدیگه میخوایم بخندیم و اون خب فرق داره. تو مدرسه ها همیشه خب البته ما هم بچه بودیم خیلی تو سر میخوردیم، چون که بچه تو آمریکا بزرگ شدن وقتی که میفهمیدم ایرانی بودیم اون وقت خیلی اذیت میکردن. ولی خب دیگه الان دیگه یه جا رسیدی که به قول تو راست میگی، وقتی اگه زیاد اثر منفی داره رو بچه ها اونو باید مواظب باشیم. ولی این استندآپ کمدی واقعا خودت میدونی دیگه، این خودش یه ببین استندآپ کمدی همیشه میگم مثل تراپیه، درست؟ حالا من نمیدونم آقا واقعا این دعوا شده بود با 60 نفر یا نه، ولی هرچی باشه آدم تو زندگیش هر اتفاقی افتاده میاره رو صحنه، برای ما تراپیه. و تراپی خب یا میتونی بری پلوی یه دونه روانشناس پول بدی، ساعتی مثلا نمیدونم چقدر میگیرن روانشناس امشب که 120 دلار، خب خانم میدونه ماشاءالله، خانم یکی میشه 120 دلار ساعتی میگیرن. ولی یا میتونیم ما بریم رو صحنه راجع به زندگیمون صحبت کنیم، از خودمون در بیاد دیگه، این برای ما تراپیه و برای کسان دیگه هم فکر میکنم تراپیه، میدونی؟ خب ماز ببین مثلا همین که میگی بچه کی بودی مثلا اذیتت میکردم، من خودم شنیدم که مثلا تو برنامه‌هات راجع به صحبت کردی، درسته؟ آره. تو رو اذیت کردن، من اذیت کردن، مثلا همه بچه ایرانی‌ها رو اذیت میکنن به خود تو آمریکا. من البته ما یه ذره خودمون مشکل داریم، مثلا من دفعه اولی که مشکل پیدا کردم تو مدرسه، مامانم کوبیده بسته بود، شب قبل بردم مدرسه، بوی کوبیده کلاس رو کنسل کرد. اینا فکر کردن که لوله کشی ساختمون مشکل پیدا کرده، نفهمیدن که کوبیده من بوده. این واقع حالا اون وقت کجا شهر بوده؟ کجا بوده شدی؟ من واشنگتن دی سی. بعد اون موقع دوغ هم ما مثلا اینجا مثلا بچه‌ها آمریکا آب سیب می‌برن، ما اونجا برام دوغ می‌بستن، دوغه رو می‌خوردم، نصف کلاس چرت می‌زدم، خواب بودم. بعد میگم تو چرا درس نمی‌خوای؟ بابا من خوابم. بعد در ضمن حتما به آمریکایی هم وقتی میگی که دوغ چیه، که آب ماست دیگه، مثلا میگه یوگورت واتر، یوگورت جوس، یه جوری بهت نگاه میکنه میگه آه، میگه نه. بعد میگه تو رو خدا خوشمزه است، بخور ببین چیه. آره. بعد تازه فز هم داره توش، حالا یوگورت جوس که آروخ هم میزه. او مای گاد، راست میگی. ما بزرگ شدیم تو خانواده ایرانی، میگن مثلا خود تنها نخور، یه بچه دیگه داره نگاه میکنه به اونم بده. آقا ما به زور سیستم ایرانی، من 7 سالگی میخوام هلقوم یارو دوغ دارم میگم آقا تو رو خدا یه ذره دوغ بخور، بچه میگه what is this. آقا یه دفعه خورد، فکر من داشتم اذیتش میکردم، رفت شکایت کرد دستم. راستی خیلی اصلا تو الان حرفو داری میزنی، آدمی مثلا این ببین گفتیم دیگه، مثلا تو راجع به تجربه خودت صحبت میکنی، تراپی دیگه. ولی بعد آدم کمدین هم فکر کنم بعضیا فکر بعد میکنن که اصلا کی این دوغو اختراع کرد، کی نشسته بود روزش ماست میخورد گفت آقا یه خود آبم بریزیم، آب گازدار بریزیم چه خوشمزه میشه، یه خود نعنا هم بذاریم، کی اصلا این فکر رو کرده؟ خب میگن اون زمانای قدیم، البته آب دو خیار بهش میگن ها، میگن اونجایی که مثلا شهرهایی که خیلی فقیر بودن، این پول نداشتن که مثلا خانوادهشون یه ماست رو بتونن، آب میریختن ماست رو رقیق میکردن، بعد توش مثلا یه ذره مخلفات میریختن، اینطوری سیر میشد ماست خیار رو بیشتر با آب بیشترش میکنه. مثلا همونجوری که مثلا ما صابون رو از آب میریزیم که اضافه بشه. پس هم مثلا بزرگم. این هم خانوادهش اصفهانی هم میزه که یا اینکه با خانواده من خیلی صمیمی بودم، برای که ما تو خانواده همون که بزرگ شدیم شامپو رو من نمیدونستم که شامپو غلظتش چقدره. من بزرگم همیشه میگم شامپو واقعا باید اینقدر رقیق باشه. شامپو که تموم میشه میگم بابا شامپو تموم شد، میگم یا خدا آب بریز سرش آ دوباره شامپو میشه. ما یه صابون ظرف داریم، فکر کنم 2-3 سال اونجا نشسته، هی آب میریم روش، ظرفا همینجوری صابونش کمتر و کمتر میشه، آخرش که فقط با آب و همینجوری با دست. هر کی مثلا الان اولا که میدونم یه فیلم خوب داره میاد بیرون، بله، جیمی وست بود امریکن هیرو. جیمی وست بود یه فیلمیه که خب میدونی خوشبختانه ما الان توی هالیوود ما تونستیم یه خورده فعال باشیم تو استنداپ کمدی و برنامه مختلف، هم خودت هم خودم بچه های دیگه هم الان دیگه خوشبختانه ایرانی ها زیاد اومدن تو کار که خیلی خوبه و خوشحالم از این. یه دونه از هدفمون اینه که خودت میدونی معمولا وقتی مثلا میکن مثلا بفهمن که مثلا ایرانی هستی
فکر میکنه اگه مثلا رولای منفی بهت میخوام بدن، درست؟ و من سعی کردم یه فیلم بسازم که یه کمدیه. من بچه بودم عاشق فیلمای پینک پنتر پیتر سلرز بودم، میخواستم یه فیلم بسازم راجع به پلنگ صورتی. پلنگ صورتی، آره، میخواستم یه فیلم بسازم که مثل پلنگ صورتی باشه ولی رول اولش ایرانی باشه. خیلی ممنون که اصلا ما رو دعوت کردی و راجع به فیلم صحبت کردی. امیدواریم که سال نو در بیاد تو سینما. دوستان عزیز فیلمو لطفاً بریم ببینین و لطفاً یکیتون نره ببینه ویدیو بگیره به همه نشون بده. بریم ببینین که بتونیم به هالیوود نشون بدیم که واقعاً برای اینجور فیلم ها تماشاچی هست. چون که واقعاً اگه مثلا یه فیلم من باشه، فیلم تو باشه، فیلم هر کدوم از ما باشه، بتونیم نشون بدیم که واقعاً تماشاچی برای این برنامه هست، بعد هالیوود هم باعث میشه که به ما گوش بده. چون که تا این اتفاق نفته گوش نمیده. هالیوود به ما گوش میده. درسته؟ هالیوود باید به ما گوش بده. گوش بده هالیوود. هالیوود اگه گوش ندی، این هالیوود کی هستن؟ هالیوود باید به ما گوش بده ولی کیه؟ این هالی با هالیه. اون هیچ کی نمیدونه که وود به انگلیسی چوب، این چوب هالی با هالیه. با هالی بی حاله. باید میذاره تو سر یکی به یکی حال میده. من تو سر ما نخورده فعلا. یکی به ما حال بده بابا. ما اتفاقا یه فیلم من ماز با هم بازی کردیم قبلا، ولی میخوام یه فیلم با هم بازی کنیم. ماز یه فیلم با هم بازی کنیم. اگه من باید کشنم بکنم، حاضرم بکنم، هر کاری باید بکنم. من خیلی دلم میخواد. اتفاقا من همون فیلم جیمی وستوود، من بعضی از بچه‌ها که دوست ببین خوبی فیلم ساختنم اینه، تو میتونی با دوستات کار کنی دیگه. من خیلی از بچه‌های مختلف آوردم کار کنن. واقعا تو رو خدا دارم میگم دنبال یه رول بودم برای تو. شوخی نمیکنم. آخه من اصلا اون موقع اویلیبل نبودم. ببین من یه فیلم ازونی من یه فیلم بود به اسم وود، به اسم هالیوود. اصلا اسم فیلم هالیوود بود و نقش خیلی بزرگی به من داده بودن. من نتونستم تو فیلم باز باشم. نه نقش شوخی نمیدم. شوخی من شوخی میگم. نقش من نقش انسان مرده رو بازی کردم. ببین من قشنگ بازی کردم. من اصلا به عنوان مرده از اون روز هی زنگ میزنن میگن آقا بیا بازی کن. ببین به مردم نشون بده چجوری بازی کردی. ریدی اند اکشن. ماشاءالله باریکالله فوق‌العاده. من پروفشنال ترین هنرمند ترین نقش مرده جهان رو بازی میکنم. ببین میخوام بهت بگم واقعا دارم میگم تو اون فیلم من میخواستم رول باشه که با هم دیگه بتونیم فان داشته باشیم و تو اون فیلم واقعا شوخی نمیکنم. حالا اینو میگم یه فیلم باید با هم دیگه بسازیم که مکس و ماز، ماز و مکس، ماز مکس، مکس ما. ببین بین من و تو میدونی چی هست؟ فقط یه دونه لغت کلمه هست وای. پس یه فیلم بسازیم می. من میگم یه فیلم بذاریم اسمشو بذاریم دوغ گازدار. ماز ببین الان اینقدر ماز گله. من مازو فقط حدود 16 ساله که 16 ساله میشستم، حدود 14 ساله که پروفشنالی میشستم. اینقدر من میشناختم. اون دو سال اول چی بود؟ اون دو سال قبل من مثل کارگاه پشت در خونت بودم. ولی ببین من و ماز تو این رشته اینم بگیم خیلی خوبه برای بچه‌های ایران که میخوان کار استنداپ کمدی بکنن. من و ماز اون موقعی که ما شروع کردیم به استنداپ کمدی، اصلا ایرانیا به تو کمدی کلاب نمیمدن. اصلا شوهای ما این حس و حالا سالهای بعد شروع شد. ولی ما از روز اول رفاقت و دوستی خودمونو همیشه به کار و چیزهای دیگه ترجیح دادیم. یعنی همیشه دوستیمون برام من اینقدر ماز به من لطف داره و برنامه‌های مختلف با هم کار کردیم. منم امیدوارم بدونی که از صمیم قلب دوست دارم. ببین ماکس بذار ببخشید شکم اینو که بگم همینجوری که داری میگی. ببین من همیشه اینجوری دیدم. ببین استنداپ کمدین تنها میره رو صحنه، درست؟ ولی وقتی با هم دیگه میریم جلو موفقیت تو برای منم موفقیته، چون که باعث میشه که برای همدیگه، برای هم هر دو تامون اپورتونتی بیشتر پیدا میشه. میدونی امید هست، امید جلیلی هست، امیر کی هست، کیوان هست، خیلی الان شروع کردن پیلر پروژه هست، تهران هست. واقعا آوردیم تو برنامه دیدیم تهران که ولی واقعا موفقیت هر کدوم برای همدیگه کمک میکنه جاست. که میدونی و واقعا یه چیز دیگه هم که نشون میده اینه که من دوست دارم که نشون میده که باز میگم نه فقط به ایرونیا ولی به کسانی دیگه هم نشون میده که ایرونیا تو این کارم میتونن بیان موفقم باشن و راجع به چیزهای مختلف هم صحبت میکنیم. فقط راجع به ایرونی بودنمون که نیست، راجع به زندگیمونه و این باز میگم باعث میشه که کسانی دیگه ما همیشه میگم ما بعضی میگن آقا چرا برنامه به فارسی اجرا نمیکنی؟ میگم اولا که من آمریکا بزرگ شدم راحت ترم به زبان انگلیسی برنامه اجرا کنم.
ولی میگم که من وقتی آخه بعضی ایرانی میگن آقا مثلا تو از ایرانی بودنت مثلا خجالت میکشی، مثلا افتخار نمیکنی. میگم ما ایرانی خودمون میدونیم چقدر آدمای خوب و واقعا میدونی، واقعا همیشه تو با هر ایرانی صحبت کنی مثلا به 10 نفر میگن آقا مثلا این فلانی این کاره بوده، فلانی که ما ایرانی همه چی اول از ما شروع شده. بس من میگم ما خودمون میدونیم چقدر آدمای خوب و موفق و بریلیانت هستیم، من میخوام کسانی دیگه بفهمن. پس به این دلیل کاری که ما داریم الان میکنیم، وقتی من میبینم تو داری مثلا استندآپ کمدی اسپشال گذاشتی و کسانی دیگه میبیننت، این برای منو خوشحال میکنه، چون خیلی دارن ما رو میبینن و با هم دیگه میریم جلو. پس تعارف شروع شد. تعارف نه واقعا شما حرف درسته. این چایه دیگه درست؟ آره عزیزم چایه. واقعا ما اگه اینجوری فکر بکنیم که ماز میگه بدونیم موفقیت تک تک ایرانی ها باعث موفقیت دیگران هست، ایرانی های دیگه در خارج کشور و داخل کشور هست، رو این حساب محبت ها بیشتر میشه. حالا من میخوام قبل از که بریم یه گیم با هم بازی بکنیم. Sure. یه چیز فان. این گیم من یه اسمی رو، این بچهای پشتنی رو طراحی کردن، یه کلمه فارسی رو میچسبونیم به پیشونیت، تو نمیدونی چیه. چند تا سوال میتونی بپرسی. Okay. مثلا با 10 تا سوال خوبه، 10 تا سوال بعد بپرسی حدس بزنی این کلمه چیه. Sure. خب بچهای پشتنی لطفاً اون کلمه رو بیارین که من بچسبونم به پیشونی ماست. بابا چقدر بند داری ماشاءالله، 4 نفر اونجا سر. خب مرسی، بعد لیست بزنم سرم. خب من اینو میچسبونم به سر. چسبو بیا این بده من قیچی ندارین؟ شما میبینید؟ اوکی ماز این آخو من چجوری بچسبونم به سر ماز؟ مکس ببین احساس کردم رفتم بدبخت‌ترین دکتر دنیا رو دیدم، چسب گذاشته سرم که مثلا اینجا خونریزی شده. اگه حدس بزنین چیه که برنده میشی هیچ مجازاتی نداری، اگر که برنده نشی اینی که زدیم به سرتو باید بخوری. باید بخورم؟ آره. خب ببین الان نصفشم بهت گفتم. قضاست؟ نصفشم بهت توضیح دادم. قضاست. یک سوال یک قضاست. یک قضاست؟ قضایی که نهار میشه خورد؟ چه غذایی رو نمیشه نهار خورد؟ خب مثلا اگه مثلا خب کورن فلکس باشه که نهار نمیخورن. من بستگی داره که کجایی باشی. عشق چی؟ آره نهار میشه خورد، شام هم میشه خورد. میشه خورد. ولی صبحونه نمیشه خورد. صبحونه نباید بخوری. صبحونه نباید بخوری. درسته؟ اصلا میگن اصلا نباید بخوری. خیلی قویه. غذای خیلی پر انرژی قدرت. حالا زیاد بهش نگید، حالا یه دونه. خب بگو بقیه‌اش بگو. ببینم این تو چیزه گوشته؟ گوشته بله گوشته. دو آقا گوشته دیگه. نه خیلی لبنیاته. یه چیزی که توی تن مردونه پیدا میشه. دودون؟ حالا خوب بود. نزدیک دودونه. نزدیکه. تخمه دیگه. تخمه؟ این حرفا رو میشه تو تلویزیون زد مگه؟ نه هنو نگفته کلمه که نزدیکه اسم دیگه ای داره. تخمه چند تا اسم داره؟ تخمه آفتاب گردون داریم. تخمه سیاه داریم. تخمه برای رشد موها خوبه. همه میگن برای رشد موها خیلی خوبه، خیلی چیزا خوبه، هیچ کار نکرده. این واقعا خوبه. آره آره آره. تخمه چیه؟ خب دیگه فکر نمی کنم ما این کلمه رو بدونیم. تخمه کدو.
نه نه تو نزه ما باشی. من اونو شوخی کردم. آها. همون جایی که گفتی درست بود. آره. دنبلان؟ دنبلان! خب بخارم ماز! ماز! از اینو باز کنم. ماز! حالا که دنبلان رو برده بیار! میخوام دنبلان رو بخوری. تا الان دنبلان خوردی؟ من بچه بودم میخوردم. نه بابا. من تو عمرم دنبلان نخوردم تا الان. به خاطر تو. از کجا پیدا کردی دنبلان؟ دنبلان من بخورم. این که کتلته که عزیزم. این که مرغه. سخاری کردن. این مرغه به نظر میاد. آخه میگه همه چی طعم مرغ میده. بیا نصفش میکنیم. من تمام دنبلان رو نمیتونم تحمل کنم. چه من بیشتری شد. خوبه. نه بابا این چیزه. این شنیتزل. شنیتزل دنبلان. به افتخار مهمون عزیزم. ماز شبانی. بیا فان دارم. بیا باری. ماز شبانی. دوستان عزیز خیلی خوشبختم که یک بار دیگه این قسمت شد که دور هم جمع بشیم یه برنامه دیگه داشته باشیم. اگر که هر جای دنیا هستین این برنامه رو میبینین غذا نخوردین خودتون رو سریع به یه مغازه دنبلانی برسونین. من تو عمرم دنبلان نخورده بودم و در این برنامه دقیقای با مکس دنبلان که سهله خود گوسفندم میخورم چه چه این شما و این دنبلان و دقیقه های مکسبی دوستان عزیز مرسی که ویدیوهای منو میبینید. اگه دوست دارید با عضو پیج من بشین لطفا این دکمه سابسکرایب رو بفشارید.